به نام خداوندی یکتا سلام، وقت شما بخیر. بیننده آخر خط از نور هستید. هشدار عمران خان از آغاز جنگ داخلی در افغانستان. انتقادهای جهانی درباره کابینه سرپرست هنوز هم پابرجاست. آیا طالبان برخاست جهان تمکین خواهند کرد؟ نخست وزیر پاکستان در گفتگوی با بی بی سی گفته اگر طالبان یک حکومت همشمول تشکیل ندهند و همه جناح‌های موجود در افغانستان را بخشی از حکومت خود نسازند، جنگ داخلی در افغانستان آغاز می شود. او گفته کشورش تصمیم یک جانبه برای به رسمیت شناختن طالبان نمی گیرد و با کشورهای منطقه یک جا برای رسمیت یا عدم رسمیت حکومت طالبان تصمیم خواهد گرفت. در همین حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران نیز در نشست عمومی سازمان ملل گفته که اگر یک دولت همشمول با اشتراک همه اقوام در افغانستان به میان نیاید، امنیت در این کشور تأمین نمی شود. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد با بیان اینکه ایالات متحده به بحران 20 ساله افغانستان پایان داده گفت اکنون کشورش وارد دیپلماسی ثابت با افغانستان خواهد شد. او گفت آمریکا در صورت نیاز برای مبارزه با تروریسم از نیروی نظامی هم استفاده خواهد کرد، اما تاکید کرد که فشار نظامی به عنوان گزینه آخر خواهد ماند. با این حال قطر از جامعه جهانی خواسته تا با طالبان وارد گفتگو شوند و آنها را منزوی نسازند. آیا جهان دروازه گفتگو با طالبان را باز خواهد کرد؟ آیا خواست کشورهای منطقه و جهان برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان از سوی طالبان پذیرفته خواهد شد؟ عدم تمکین طالبان به خواست جامعه جهانی مبنی بر تشکیل دولت فراگیر افغانستان را به کدام سمت خواهد برد؟ آیا جنگ داخلی در راه است؟ فصل تازه روابط افغانستان با جهان چگونه ورق خواهد خورد؟ برای جلوگیری از انزوای سیاسی طالبان چه کاری خواهد کرد؟ اینها و چندین پرسش دیگر را از مهمانان این برنامه خواهم پرسید. مهمانان من در این برنامه آقایان ظاهر مطهری استاد دانشگاه اینجا در استودیو و آقای میرویس آشفته مسئول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم از جرمنی روی خط اسکایپ وصل شدند در برنامه و تا لحظات دیگر هم قاری سعید خوستی عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در برنامه با ما خواهند پیوست. خیلی خوش آمدین آقای مطهری به برنامه. و آقای آشفته سلام بر شما، خیلی تشکر از این که در بس با ما هستین. اگر با شما آغاز بکنیم در مورد نگرانی ها از آغاز جنگ داخلی در افغانستان و تاکید جهان همچنان برای تشکیل دولت فراگیر پابرجاست. جهان میگه که باید طالبان به هر چه زودتر دولت فراگیر را تشکیل بده. چقدر طالبان را آماده میبینین که به این خواست جهانی تمکین بکنه و از سرانجام از آغاز یک جنگ داخلی پیشگیری شود؟ عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان برنامه و ملت دردمند افغانستان. سپاس. عرض شود که طالبان وقت در مجامع بین المللی در دیدارهای خود با کشورها تعهدات را دادن و مواردی را پذیرفتن، امروز متاسفانه به او چندان دقت نمی کنن و عمل نمی کنن. مشکلی است که خب او زمان جناح معتدل و اعتدالگرای طالب در این رابطه این صحبت ها را پیش می برد و امروز طوری که دیده میشه شاگردان مدرسه حقانیه اینها بیشتر دیدگاه ایدئولوژیک دارن نسبت به مسائل و بحث های جهانی را مهم نمی گیرن. این که تشکیل حکومت سرپرست که هنوز به سطح یک دولت متاسفانه ارتقا نکرده بسیار یک جانبه است، بیشترینه تک قومی، تک تنظیمی و دیدگاه بسیار خشن و انزوا طلبانه در رابطه با زنان جامعه داره. بله. این مورد که جامعه جهانی به شدت از طالبان انتظار داره و شما میبینید که پیمانهای جدید در واقع در سطح جهان و بر محور مسائل افغانستان در حال تشکیل است و حتی شما مثلا موضع‌گیری فرانسه، عربستان سعودی، هند متوجه میشین. این واقعا برای دورنمای یک برنامه سیاسی برای افغانستان زیاد بگویم امیدوار کننده نیست، حتی تهدیدآمیز است. و در این رابطه ما میخواییم که جلب توجه بیشتر رهبری تحریک طالبان را داشته باشیم که درست است در یک قرائت غیر معاصر از شریعت دولت غنیمت است، غنیمت جنگی است، اما این غیر معاصر است. در قرن 21
شما به خطاب به طالبا هسته که متوجه شدن که دولت در افغانستان به گونه سیاسی سقوط کرد، نه در نتیجه جنگ نظامی، و این فضایی بود که کشورها در منطقه و جهان ایره آماده ساختند. حال ما امیدوار هستم که از آمد طالبا این هوشیاری و استعداد و کفایت داشته باشند، این مسئله را توجه بکنند به شکل تنظیمی. ببینیم این بدبختی از زمان آمدن مرحوم داود خان بر عرکه قدرت هم شد که او خواست یک حزب را به نام ملی غرزنگ بسازه. وقتی آغاز فاجعه از هفت سور شروع شد، اونجا خلقی ها پرچمی ها جامعه را اساسا نخواستن که نقشی برش بتن، و بالاخره گپ به اشغال شوروی وقت انجامید. بعد وقتی تنظیم های هفتگانه و هشتگانه آمدن، اونها جامعه و ملت و اکثریت خاموش در نظر نگرفتن. طالبا وقتی دور اول قدرتشان آمدن این کار را کردن، و وقتی که 20 سال اشغال ناتو و امریکا صورت گرفت که ما البته بسیار به کرات و زمانم گفتیم، متاسفانه کسی توجه به خواست ملت افغانستان نکرد. حال یک بار دیگه طالبا در حالی که در نتیجه یک تعامل سقوط سیاسی بر عریکه قدرت قرار گرفتن، خود یک نوع فاتح می دانن، یک نوع غرور منعی فهم که نامعجه اینا را فرا گرفتن و حاضر نیستن که پیام های همه کشورها را، پیام خصوصا پیام این درست. ملت مظلوم و این ملت دردمند طالب که پیروز شده واقعا رزمیده در برابر اشغال، در برابر ناتو و امریکا، اما این ملت همراهش بوده، خواهران و مادران ما همراهشان بوده، یعنی خواهران و مادران خودشان همراهشان بوده. چرا امروز به این مسائل بی‌اعتنا هستند؟ و اگر به این مسئله توجه نکنند، یقینا این میتونه که آحاد بسیار منفی پیدا کنه، ابعاد بسیار زنند و زشت پیدا بکنه، و افغانستان را به یک بحران اقتصادی، به یک بحران عدم رسمیت، به یک بحران حتی ببینید مسئله بیرق ملی افغانستان، بیرق تاریخی افغانستان، بله. اینها میخواهند که بیرق تنظیمی خود حتمی بیارن، در حالی که امی کلمه درج است، او هم در این کلمه طیبه که یکسان است. من امیدوار هستم که رهبری طالبان به این همه مسائل توجه بکنن، و ما هم توقع اضافی نمی کنیم. ما مشکل 40 ساله را، خصوصا مشکل 20 سال اخیر را، به یک باره در یک ماه از طالبان توقع نمی کنیم. اما داشتن این زبان مشترک پیدا کنن امر بسیار جدی دانسته میشه. بسیار خوب. ولی شما میگن که بسیار از تعهدات را طالبان با جهان داره که باید عملی بکنه. خب جهان هم میگه که طالبان خلاف آن وعده هایی که داشتن داره عمل میکنه، مخصوصا در مورد تعیین افراد در سرپرستی شمار از نهادهای دولتی. خب فکر میکنین که جهان بدون اینکه با طالبان مذاکره بکنه، حکومت اینا را به رسمیت بشناسه، چیزی که خاص طالبان این روزها مطرح میشه، مثلا میگه که باید ما به رسمیت شناخته شویم تا از وضعیت بدی که خب به حالش بحران های بشری و اقتصادی در انتظار مردم است، از او رفع شه، او مسائل رفع شود. فکر میکنین جهان وارد مذاکره خواهد شد با طالبان و این مذاکرات میتونه نتیجه بده؟ چون پیش از این سازمان ملل گفته بود که محال است که به حالش مشکل افغانستان به سادگی حل شود، و حالا مثلا قطر از جهان خواسته که باید با طالبان وارد مذاکره شود. می‌بینیم در این زمینه، ما وقتی از سخنگویان تحریک طالبان میشنوم، اینها میگن که ما هیچ گونه کمک با قید و شرط نمیپذیریم. بله. اینجا یک دیدگاه پوپولیستی و عوامانه هست به مسئله، یک دیدگاه دقیق سیاسی که سنجیده باید شود. جهان از طالبان انتظار داره که دولت فراگیر تشکیل کنند، نه دولت تک تنظیمی خودشان. به این اساس اگر طالبان به این خواسته ها که موارد در کنفرانس ماسکو، در چین، در دوحه به تکرار اینا پذیرفتن، اینا تعهد دادن، اگر به اصطلاح زیر قولشان میزنن، جهان در این رابطه هم برای طالبان در واقع بگویم که کنار نخواهد آمد. ما انتظار دارم که زعامت طالبان با دقت به این مسائل توجه کنه. بحث اینه که حتی پولهای خود افغانستان، 9.5 میلیارد دلار افغانستان که منجمد ساخته شده، این خب دولت به این پول نیازمند است. یک دولت بدون پول نمیتونه کارهایی را پیش ببره. این که مثلا یک حاکمیت سرپرست غیر مسلکی تشکیل دادن، شما ببینید مثلا مقرری یک قاریس، یک فارغ حد اکثر بسیار خوشبینانه بگویم، از شریعت پکتیارا به جای یک دکتری که سالها در زمینه تحقیقاتی کار کرده و رئیس پوهنتون کابل بوده، تعویض کردن، شاید او جوان بسیار انسان مستعد باشد، اما این گونه تقررها جامعه جهانی را به خود معطوف می سازه، اونا را متوجه می سازه که طالبان خیال کنار آمدن با ملت خود نداره.
ما خارجی ها را جایش میمانیم، حالی که مثلا عمران خان ریه که چی میشه و چنون میشه و قطر چی میگه و مثلا دیروز در مجمع ملل متحد چی صحبت ها شد، اینا را اگر کنار بگذاریم، ماها من حیث فرزندان این سرزمین که هیچ چیزی از طالبان توقع نداریم و تنها انتظار داریم که طالبان دولت فراگیر برای ملت خود تشکیل بده. این همه آمدن فقط برای حزب خود و برای تنظیم خود دولت گرفتن و قروخ کردن و قنتر کردن. حال طالبان این کار میخواهی بکنن، این اشتباه محض است. باید به جانب ملت اینا توجه بکنن و تمام کادرهای ای که دولت رهبری کرده بتانه ببینه. اگر شما وزیر یک قاری رو مقرر میکنین، وزیر دست شما یک دکتر یا دیپلم انجینر رو مقرر میکنین، زمینه گفتمان بین اینها وجود نمی داشته باشن. من این فهم دوستان که در بخش مدرسه حقانیه بیشتر سر از این گپا تاکید میکنن متوجه شون که این کشور کشور همه افغانستان، مردم افغانستان، بله، است. طالبان هم گفته که این سرپرست موقتی است. بله، خب اعلامیه های طالبان چون این است که این سرپرست ها موقتی است و احتمال این هم میره که از نصب های هم در ادامه این وضعیت باشه و انجام شود اگر کمکاری های رخ میده. این گفته بسیار دقیق است، ما هم ایره میپذیریم، یعنی من از یک فرد کوچک از جامعه افغانستان ایره میپذیریم. اما وقتی اینها سخنگویانشون مثلا آقای نعیم وردک میگه که شما بحث خانم ها رو چرا جدی میگیرن، بسیار کشورهای دیگه کجا خانم ها در رأس است، در حالی که اینطور نیست. من این فهم ای عدم توجه به خواسته های یک ملت ای بسیار زنه تمام میشه. این موارد رو میخوایم که بگیم در بخش مطبوعاتی و تبلیغاتی خود طالبان این مسائل بسیار با نرمش با مردم مطرح کنن. این روحی متضاد، این ترسی که مردم از طالبان داره، ترس مردم موجه است. طالبان خوب سالها به هر دلیلی که بود میگه که ما چون جهاد برابر اشغال کرده بودیم بسیار انفجارهای عجیب و غریب صورت دادن. امروز مردم او ترس داره. حال وقتی اینا حاکم سیاسی هستن از اینا کلام بسیار موزون و کلام بشر دوستانه و ای که حقوق دیگه تایپ ها و اقشار جامعه ما را مراعات بکنه از طالبان انتظار دارن. نه ای که به این تندی به این شیوه که خب اگر این تندی ها کار حل میکرد اون دور اول طالبان موفق ترین باید میبودن. امروز ما جامعه ما انتظار داره از اینا که در این زمینه ها با نرمش تمام و با این که به تعهدات خود به خاطر تشکیل یک دولت فراگیر حتما تن به تن پیش از اینکه بحران چاک شود، پیش از اینکه مثلا امریکا امروز دست ای داره که حتی توطئه بکنه در افغانستان، یک تا قدرت های دیگه در این زمینه این تهدیدی که میکنن که جنگ داخلی، شما میبینید جنگ داخلی در افغانستان وجود نداره، اما اونا میتونن فراهم کنن این تضادها را چاک بکنن. ما امیدوار هستیم که زعامت طالبان به این مسائل توجه بکنن و ملت خود و روحی عمومی جامعه افغانستان دست کم نگیرن. ممنون، سپاسگزارم. برمیگردیم آقای مطهری، سخنرانی مقام های کشورهای جهان را در نشست عمومی سازمان ملل شنیدین. موقف گیری های اینها چقدر بیانگر این بود که واقعا دشوار است شناخت طالبان از سوی جهان و چقدر ناراض بودن از عملکرد یک ماه و چند روز طالبان در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، درود میفرستیم به شما همکاران در بس، بینندگان عزیز و محترم تلویزیون. سپاس. نشستی که دایر شد در سازمان ملل متحد، ما بعضی سخنرانی های رهبران جهان را دیدم و به دقت هم گوش کردم. چند چیز بسیار واضح و بدون پرده بیان شد. بسیار. اول، عدم رضایت از تشکیل کابینه موقت طالبان و تمامی رهبران که سخنرانی کردن، این بسیار واضح دیده شد. چیز دیگه ای که بسیار واضح دیده شد، تاکید روی پابندی طالبان روی تعهداتی که کرده بودند، مثلا حفظ حقوق بشر، حفظ آزادی بیان و جا دادن زنان در بدنه حکومت و تصمیم گیری ها و حفظ دستاوردها و ارزش های پسینی حکومتداری در افغانستان. بسیار. و بحث سومی که بسیار زیاد تاکید شد و همواره بحث از این به میان آمد، حتی از لابلای گپای جو بایدن هم همین بحث ها فهمیده می شد، بحث تشکیل یک حکومت فراگیر همه شمول و همه جانبه با قاعده های وسیع اجتماعی و سیاسی مطرح بود. بله. خب این بحث ها به صورت اساسی مطرح شد، اما پیام این بحث ها چیست؟ پیام این بحث ها است که اگر اینمی موضوعات به صورت اساسی و بنیادی از طرف تا
طالبا در نظر گرفته نشود چند پیامد دارد. بسیار. پیامد اول طبعا بی‌ثباتی است. بی‌ثباتی که نزدیک به نیم قرن مردم افغانستان از او رنج میبره و قربانی گرفته از مردم افغانستان. اگر اینمی بحث ها مراعات نشود پیامدش بی‌ثباتی مجدد در افغانستان است. بحث دیگه که یا پیامد دیگه که میشه از اینمی بس و از این موضوعات نتیجه گرفتی است که امروز افغانستان در یک شگنندگی و بحران عمیق اقتصادی به سر میبره. بله. اگر خواسته های مشروع جهانی و مردم افغانستان در نظر گرفته نشوه، انزوای اقتصادی مردم افغانستان و حکومت که به وجود میآید بسیار واضح و مشهود است. یعنی جامعه جهانی بارها اعلان کرده و در همین سخنرانی ها هم فهمیده شد درست. که اگر حکومت فراگیر با قاعده های وسیع تشکیل نشود، مردم افغانستان در حالت تنهایی و انزوا قرار داده میشه. این بسیار خطرناک است. بزرگترین مشکل مردم افغانستان متاسفانه بحث امنیت بود که الحمدلله بحث امنیت امروز حل است. تا جایی را ناامنی و جنگ اختناق در جاهای در جغرافی های افغانستان دیده نمیشه یک بحث خوب است. اما بحث اقتصادی، فقر و تنگدستی، بیکاری از موضوعات بسیار شکننده است که هم در حکومت قبلی و هم امروز در فراروی مردم افغانستان و حکومتی که تشکیل شده وجود داره. بحث اقتصاد افغانستان و رای حل یافتن برای فقر زدائی چند موضوع داره. اول تدبیر همه جانبه مدیران ارشد که در درون حکومت کار میکنه، تخصص، شایسته سالاری، تعهد و بنیاها و دانش اقتصادی میتواند یک راه حل منطقی و مستدر باشه. بحث دومی که برای فقر زدایی بسیار مهم است که افغانستان امروز به لحاظ اقتصادی کاملا و شدیدا وابسته به کمک های جهانی هست. کمک های جهانی اگر دروازهش روی مردم افغانستان بسته شود، مردم افغانستان هیچ پناهگاه دیگه ای نداره. اگر کار در اینجا پیدا میشه، اگر کمپانی ها در اینجا وجود داره، اگر سرمایه گذاری میشه، اگر بازسازی میشه، همه و همه از ناحیه بیرونی ها و جامعه جهانی هست. اگر تمکین نشه سوی طالبان، خب این موارد را که شما اشاره کردین و تاکید بیشتر برای تشکیل یک دولت فراگیر و حفظ حقوق بانوان و حقوق بشر بس مسائل است که خب بیشتر روش تمرکز شد و طالبان را برایشان گوش زد کرد که اگر میخواه حکومتشان به رسمیت شناخته شوه و ثبات در افغانستان تامین شوه، این موارد باید مد نظر گرفته شوه که خب تا حالا انتقاد وجود داره که نشده. آیا واقعا چقدر نزدیک است آغاز یک جنگ داخلی که عمران خان از او هشدار میده اگر واقعا طالبان تمکین نکنه؟ شما ببینید بحث به رسمیت شناختن یک حکومت امروز در این جهان کنونی در قرن 21 از طرف جامعه جهانی یک بود مهم حکومت ها هست. اگر حکومتی به وجود می آید و حکومت های جهانی و منطقه‌ای او را به رسمیت نشناسه، تداوم او حکومت در افکار عمومی چی در سطح داخل و چی در سطح بیرون بسیار مشکل است. حتی میشه که به بزرگترین بحران مشروعیت روبرو هست که حل بحران مشروعیت یک تدبیر جداگانه از خودش اقتضا داره. خب بحث ای که اگر این بحرانی به وجود آمده با تدبیر و خردورزی طالبا حل نشوه، هر نوع گزینه دیگری قابل تصور است. میال شما میبینین کابینه سرپرست که اعلان شد، احزاب سیاسی مطرحی که در افغانستان در طی نیم قرن نقش داشته بوده، در تحولات سهیم بوده، چی خوب و چی بد، هیچ یک اونا مثلا یک کابینه موقت قبول نکردن، به نحو از اینها رد کردن و دلایل متعددی را در اونجا در اعلامیه هایشان، در بیانیه هایشان پیشکش کردن. پس این سرآغاز یک اختناق دیگری هست، اما یک خوشبینی دیگه هم وجود داره و ایست که کابینه ای که از طرف طالبا اعلان شده سرپرست است. معنای سرپرستی ایست که درست. در گفتمان و مذاکره و گفتگو باز است. یعنی امروز در این مقطع اگر یک کابینه همچنانی از یک حزب و از یک گروه شکل گرفته، در آینده احتمال تصحیح و احتمال
بیرون رفت از این خلا و نواقص ها وجود داره. آیا این یک نوع تمکین است؟ مثلا خب بر حالش که این حکومت سرپرست زمانش مشخص نیست که تا چی مدتی بر حالش این حکومت دوام پیدا میکنه، و یک از یک طرف دیگه لغو مراسم تحلیفشان که بر حالش اصول ها و بنیه های اصلی نظام مشخص نیست که چه چیزهایی این نظام نامش چیست، موارد اساسی یک نظام چی ها هست، این همه هنوز مشخص نیست، فقط سرپرستانی وجود داره که اداره میکنه بر حالش موارد اساسی را. اینها فکر میکنین یک نوع تمکین طالبان باشه؟ سه مشکل اساسی ما در فراروی امارت اسلامی میبینم، به صورت بی‌طرفانه اگر بحث را مطرح کنم. اول بحران مشروعیت که او ناشی از اونم عدم فراگیر بودن و همه شمول بودن صورت میگیره و بالا کشیده، هم در جامعه بین المللی و هم در داخل افغانستان این احزاب سیاسی. دوم بحث خلای قانونی، متاسفانه که حکومت سرپرست معلوم نیست که بر مبنای کدام قانون حکومت میکنه، بر مبنای کدام قانون تصمیم میگیره، بر مبنای کدام قانون خدمات عامه را برای مردم ارائه میکنه. این یک چالش بسیار بزرگ است. سومین چالش که وجود داره عدم به رسمیت شناختن جامعه جهانی است. یعنی کسایی که در رأس کابینه قرار گرفته در رده های مختلفی رهبری با چالش مشروعیت بین المللی روبرو است. یعنی به این معنا که سفر کرده نمیتوانه، گفتگو کرده نمیتوانه، در کنفرانس ها شرکت کرده نمیتوانه و کمک های جامعه جهانی رو دریافت کرده نمیتوانه. تعامل دو طرفی که از ضرورت و الزامات 100% حکومت داری در جهان مدرن است، متاسفانه قطع است و یک مشکل روبروست. تا زمانی که یعنی سه چالش به صورت اساسی و بنیادی حل نشوه، در بحث های دیگه پرداختن اگر ما هم بپردازیم بنیادی نیست. اول گامی که برای حل بحران افغانستان برداشته میشه، ما باید این سه مشکل از سر راه ما برداریم. بعد از روی بحث های فرعی و بحث های خردوریز دیگه اگر بحث بکنیم خوبتر خواهد. خیلی تشکر، سپاسگزارم. آقای آشفته، بحث های اساسی و موارد اساسی چی ها هست در امی فرصت فعلی که طالبان داره؟ از یک طرف سازمان ملل میگه که وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان نامه فرستاده به اونا، و همینطور سهیل شاهین را که عضو هیئت گفتگو کننده طالبان بود او را به عنوان نماینده طالبان در سازمان ملل معرفی کرده. فکر میکنین که اولویت چی باید باشه؟ آیا اولویت این باشه که با جهان گفتگو شوه؟ از یک طرف دیده میشه که یک مقدار کشورها دست به عمل شده و تلاش میکنه که به هر حالش مشکل افغانستان را حل بکنه. نمایندگان کشورهای روسیه و چین و پاکستان دیروز با هیئت طالبان و همینطور با سرپرست نخست وزرا و همینطور هم با عبدالله و کرزی دیدار کرد. فکر میکنین مشکل درونی باید حل شوه در نخست و همه اختلاف هایی که وجود داره او از بین برده شوه، یا نه تلاش شوه که جهان به هر حالش هر گونه‌ای که میشه وارد تعامل شوه با طالبان؟ شما بهتر میفهمین که طالبان یک مکلفیت دارن که با توافق درونی خودشان مواردی را در سطح ملی برای کشور و در سطح جهان اعلام بکنن. در اینجا من فکر میکنم من حیث پیشنهاد و نظر مطرح می سازم که یک در درون تشکل برای خود گپ حل بکنن که دولت غنیمت جنگی نیست. این قرائت شرعی در تاریخ کنونی در قرن 21 معاصر نیست. او زمان مملکت ها بود، وقتی که یک سلطان می آمد به حساب ملک خداداد بود و مردم رعیت فکر میکرد و از مردم بیعت میخواست. امروز تشکیل کشورها صورت گرفته، جهان معیارهای بسیار مدرن داره و دیگر رعیت نیست بلکه شهروندان هستند و اینا هر یک فرد یک رای مطالبه میکنن. لذا این مسئله را در درون بین خودشان حل بکنن که طلب بیعت کنار بگذارن و با مردم به گونه حقوق شهروندی که زن و مرد در او حقوق مساوی داره کنار بیاین. دوم بحث رفع خلای حقوقی است. بله. اینجا تا ترتیب یک قانون دیگه که محک و معیار دانسته شود، مثلا قانون قبلی یا قانون اساسی دوره شاه فقید، او را مثلا با تعدیل موادی که مثلا میتونم بگویم که فصل چند و مواد چند، بدون از این ما تا زمانی که میتونیم به تدوین یک قانون اساسی دیگه نائل بیم بر این معیار عمل میکنیم. یک کشور فاقد قانون بسیار عیب و چی بگویم نارسایی خاص داره. جامعه جهانی انتظار داره که مثلا طالبان در این زمینه، من فکر میکنم اگر یک
شورای علما را تشکیل میدادن به خاطر رهبری، چون حق مسلمشان میدونن که میگن ما سالها جهاد کردیم، مبارزه کردیم در برابر اشغال امریکا و ناتو به این خاطر. اما تمام زمینه های دولتداری را به این گونه ولو که به گونه سرپرست اعلان کردن، این را تحت تاثیر قرار ندن، برای اینکه احتمال تفاهم بهتر با مردم در داخل افغانستان برشان به وجود باید و ضمناً قدرت های منطقه و جهان متوجه شوند که طالبان سیاست را در سطح کلی کشور درست میتونن مدیریت بکنن، هرچند که این به گونه سرپرست اعلان شدن و میتونه اصلاح شود، ولی اگر در این زمینه با سرعت بیشتر بتونن عمل بکنن، این خلای عدم باور جهانی از بین میره و این بسیار مهم باید بدانیم که این توأم از افغانستان با بحران اقتصادی، وقتی مردم بیکار است، وقتی مردم دسترسی به نان کافی شب و روزی مثلا در 24 ساعت دو وقت هم نداشته باشه، این در آینده نزدیک سبب ایجاد بحران فراگیر میشه. اینها موفق هستند که تانستن امنیت را در افغانستان با مقایسه دولت قبلی بسیار منظمتر پیاده بکنن که این جای خوشبختی است و مردم هم به می خاطر انتظار بهتر شدن دارن. اما اگر به مباحث اقتصادی و به مباحث دولت سازی ببینیم، این حکومت با ساختار یک دولت فراگیر بسیار بسیار متفاوت است. ما امیدوار هستیم که رهبری طالبان به این مسائل بسیار جدی و مبرم بپردازند و ضمن در عرصه تبلیغاتی این مسائل مطرح بکنن. حتی ما در مصاحبه قبلی خود در یک صحبت که کسی هم به نام آقای پاکتین در اونجا تشریف داشت که ما نمیدیدیمش و اون مصاحبه را تا حالا به دست نآوردیم که خودم دوباره ببینمش، در اونجا ما مطرح کردم که یک کشور فاقد صدا و نوای موسیقی و هنری ساختن یک عیب کلان است. اونا عاجل صحبت ما را بردن به اینکه داد نسا و گدا خبر چندان مهم نداره. ما میخواهیم بگویم که بسیار مهم است یک کشوری که شما فاقد سر و صدا و سرود میسازین، در این وقت نشر و پخش آهنگهای میهنی و به حساب حماسی نقش خود در ذهن مردم ایفا میکنه. اخبار خشک طالبانی را بسیار بگویم که برای شنید جالب نمیسازه و ضمناً ده ها هزار هنرمند در افغانستان امروز بلا تکلیف است که میخواهن افغانستان را ترک بکنن. ما توجه امی بزرگان طالب در این رابطه که تمام بخش های هنر زیر فشار است، سینماگری مثلا تئاتر، هنر موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی که بسیار این بعض تندیس ها و اینا در این زمینه ها، اینها باید زبان رسا داشته باشند و برای هنرمندان جامعه ما و برای کسانی که کل عمرشان پشت از این به حساب سپردن و کار کردن میگن شما برید یک کار دیگه براتون اختیار بکنین، این ناممکن است. این فضای مختنق فکری است، این به حساب عدم اعتماد روانی جامعه است. به این مسئله ما فکر میکنم بسیار باید به جدیت پرداخته شود تا باشه که جامعه ما روان آرام پیدا کنه و ترس از چگونگی حضور طالبان روز به روز بهتر شود. امید از این پا میره، اما اگه توجه نشود یقینا این به یک بحران میانجامه و من فکر میکنم تشکیل اونمت یک شورا و ساختار یک دولت فراگیر و حتی بحث ای که اینجا باید دوره دولت گذار تشکیل شود و برای مردم بگوید که ما چی وقت میریم به انتخابات، مطابق کدام قانون میریم. چرا طالبان میگه که ما از جانب مردم حمایت شدیم که تانستیم در برابر ای 47 یا 49 قدرت استادگی بکنیم. درست است، وقتی اینطور هست شما کم نرمش داشته باشین و این را در عمل نشان بدین. حال بعد از یک سال، بعد از یک و نیم سال، بعد از دو سال باید میاد انتخابات این شود. همین ایگه پایسته که جامعه از رهبری طالبان به شدت انتظار دارند و این موارد سبب ایجاد و تشکیل یک اپوزیسیون قانونمند میشه. یک اپوزیسیون قانونمند باور دارن طالبان به گونه خودی پیشنهاد مسائل برای طالبان مطرح میکنن. بله خب، ولی باور دارن به گونه خودی طالبان به این موارد حداقل این موارد را قبول بکنه و عملی بسازه تا زمانی که به هر حالش فشارهای جهانی در برابرشان وجود نداشته باشه؟ حتما من فکر میکنم طالبان به این مسائل تمکین میکنن و باید بکنن. در غیر او هیچ دولت خود سره که به ملت خود توجه نکرده بقای چندانی هم نداشته. خود این طالبان جاگزین کدام دولت است؟ اینا خود در نتیجه جنگ همین را سقوط ندادن، اینجا یک تعامل سیاسی صورت گرفت
و همین یک شکست سیاسی را اینا خودشان در دولت قبلی دیدن، برای اینکه دولت از یک طرف امنیت مردم از بین برده بود، از طرف دیگر فساد اداری و چور دارایی های ملی به حد اعلی رسیده بود، لحاظ اونا سقوط کردن و طالبان جاگزین شدن. حال اگر طالبان به ملت خود توجه نکنن، این در درازنا نه یک ماه بود نه شش ماه بود، ولی این موج نارضایتی طبعا هر دولتی را بسیار بگویم پایه هایش لرزان میسازم. امیدوار هستیم که طالبان در این زمینه کفایت و استعداد سرشار از خود نشان بتن و این تقاضاها پیشنهادات مردم دست کم نگیرن. حتی اونمو گفتم بخش هنر که بسیار به نظر از اینا خوار و ذلیل می آید، بخش ای که چرا مگر خانمای این سرزمین نرن مکتب و نتونن درس بخورن، چرا اینها بحثی که مثلا در میدان هوایی ما مستقیما امرای کسی گپ زدم، گفت که ما گفتیم که اگر با یونیفرم خود بیایم که حداقل مسافران ما را تشخیص بده با عام جامعه، گفت شما مو پیرانتو مورایتون بپوشین بیاید. اگر همینطور گپا باشه، ما اونم زیاد نمیخوایم قبول بکنم، طالبان باید به این مسائل توجه بکنن، مردم ها بگذارن که دلیشی بپوشن، مردم ها بگذارن دلیشی خود به اختیار خود بگذارن یا نگذارن، در مطبوعات میگن ولی در عمل پرسونل از اینا مثل که بسیار پرسونل غیر آماده به این روحی شهری است، با زندگی شهری و با زندگی مدنی نخواهیم که طرف شوند. این دیدگاه شرعی بسیار محترم است، مقدس است، این جامعه همه مسلمان است، اما هر کسی میخواد به بهش بره خودش بسم الله میتونه بره. مشکل در است که بعضی کسا میخوان دیگرا هر خود به زور به بهشت ببرن. بگذارین این بهشت، اینمی زندگی که شما برای مردم درست کردین، اینمی بهشت افغانستان، بهشت مردم است. شما در این مسائل اخروی غرض نگیرین. من این پیشنهادات دارم و فکر میگرم طالبان این قدرت دارن، این صلاحیت دارن، این استعداد دارن تا دقیق آخر بکنن برسه پاسخ بدن. امیدوار هستیم که آقای خوسی هم در بس بیایه و به این شما پاسخ بده. خب برحال شما باز هم منتظرش هستیم که در بس با ما به پیوند. آقای متحریخ، با همین سیاست که پیش گرفته طالبان، آقای آشفته هم اشاره کرد، فکر میکنین که جهان تعامل بکنه با طالبان؟ با آن که مثلا پاکستان میگه که ما با کشورهای منطقه یک جا تصمیم میگیریم که آیا ما حکومت طالبان را به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم. حالا به گونه پیش میره که نه در داخل که شما اشاره کردین و نه هم در کشورهای منطقه و جهان و کشورهای اثرگذار بر مسائل افغانستان هیچ کدامش راضی نیست. اگر تغییر نبیاید و دوام پیدا بکنه این وضعیت، واقعا چگونه میبینین سناریو را؟ البته بحث سیاست و ماهیت سیاست یک بحث بسیار مهم است، باید مورد توجه و تحلیل قرار بگیره. سیاستی که طالبان در گذشته داشته بوده با سیاستی که طالبان امروز داره، تفاوت‌های ژرفی به وجود آمده در این مورد هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداره. اما در بحث ماهیت یک سری بحث‌های عمیق هنوز هم وجود داره. مثلا حضور زنا یک بحث مهم جهانی هست. امروز کار جهان و کار مدافعان حقوق بشر و کار فیمینیستای جهان و روی این موضوع بسیار واضح متمرکز است که زنها باید در حکومتداری و در بدنه نظام و ساختار تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشه، که اساساً نقش زنها مغایر با ارزش‌های اسلامی نیست. اگر ما فرهنگ و آموزه‌های اسلام را مطالعه بکنیم، در کنار حضرت پیامبر معظم اسلام، حضرت خدیجه یگانه تجار همیشه در تصمیم‌گیری‌ها بود. در کنار خلفای بزرگوار اسلام بانوان بزرگی وجود داشت که در تصمیم گیری ها با اونا مشوره میداد و همیشه در تفاهم بودن. زنان بسیار نامدار در کنار پیامبرا بوده. خب اما این که چگونه ظاهر شوه، اینی رو ما باید بحث بکنیم. یعنی روی حضور زنا ما باید بحث نداشته باشیم. زنان باید در تمامی مقاطع در سطوح مختلف حضور داشته باشه، اما روی چگونگی حضور اونها باید آموزه های دین تطبیق شود که هیچ کس در این موارد شک و شبهه‌ای نداره. یک بحث است. بحث دیگه ای که دستاوردهای پسین است، دستاوردهای پسین حکومتداری در افغانستان برای جهان مهم است. چرا؟ به دلیل از اینکه کشته داده، پول در اینجا مصرف کرده، نگرانی‌ها و تشویش‌های داشته بوده. بنابراین این دستاوردها جدای از این که خارجی ها در اینجا قربانی داده، مورد خاص و اندیشه مردم افغانستان هم بوده. مثلا بازسازی یک صورت گرفته، دانشگاه هایی که به وجود آمده، کادرهایی که تربیت شده، تخصص و تکنولوژی که به وجود آمده، آزادی مطبوعاتی که به وجود آمده، بحث های دیگه بسیار فراوان حقوق بشر و حقوق اساسی و قوانین خوبی که در افغانستان تدوین شده و وضع شده،
اینا بحث هایی است که به صورت اساسی به وجود آمده درست. در اینی موارد خواست اساسی جهان هم همیسته که اینا حفظ شود ولی بازنگری وجود صورت بگیره، نه اینکه به صورت کلی معو شود. بازنگری در هر ساختاری و در هر شیوه یک کار معقول است. پیشنهاد مردم افغانستان برای هر موضوعی که در گذشته بوده جزو سرمایه های تاریخی مردم افغانستان بوده، برای دستاورد اونها دست به دست آوردن اونها قربانی های زیادی مردم افغانستان داده. امروز امارت اسلامی و طالبان باید روی بازنگری اونها توجه کنه، نه اینکه این اونها رو کاملا نادیده بگیره و محو بکنه. درست. بحث دیگه ای که میتواند به لحاظ سیاسی یعنی مهم پنداشته شود و سیاست طالبان رو بالا ببره و طالبان رو ماندگار بسازه، افغانستان رو از منجلاب نجات بدهد، بحثی است که طالبان آغوششان رو باز بگیره. یعنی باز گرفتن آغوش به معنی است که در افغانستان تکثرگرایی چی در بعد قومی، چی در بعد مذهبی و چی در بعد فرهنگی به شدت وجود دارد. از قندار که مسافرت کنه تا کنر و ننگرهار و لغمان و تا مثلا پنجشیر و بامیان، در هر جایی که بری یک تنوع فرهنگی تازه رو میبینی، یک گپ و برنامه تازه رو میبینی. بنابراین تمامی اینمی کسرتگرایی ها و تنوع باید به رسمیت شناخته شود. درست. هر کس مطابق شعاع وجودیشان در بدنه ساختار قدرت و تصمیم گیری سهیم باشد. هر کسی ده. هر قومی و هر افغانی، یعنی هر کس یک خواستی که داره و یک هر شهروندی که یک رأی داره و یک اراده ای داره، اونو باید تمثیل شود. این میتواند مشکل افغانستان را حل بکنه. سیاست حذف، سیاست طرد و نفع در افغانستان پاسخگو نبوده. بله. ما دو نمونه بسیار نزدیک را خدمت شما مثال میزنم. تنظیم هفتگانه ای که در پیشاور پاکستان تشکیل شد، با دیدگاه نفع تشکیل شد. اما سرانجام چی شد؟ باعث جنگ داخلی شد. جنگ ویرانگر، خانمانسوز. چرا؟ به دلیل از اینکه یک حزب حزب دیگر را نفع کرد، یک قوم یک قوم دیگر را نفع کرد، ولی نفع کرده نتوانست. و حکومت 5 ساله طالبا که 1375 تا 1380 شروع شد، خب تنها یک طالبا بود، هیچ قوم دیگه در اونجا حضور نداشت، از هیچ تباری، از هیچ زبانی، از هیچ فرهنگ دیگه نبود، ولی دوام نیاورد. کجا شد؟ ماندگار نشد. بنابراین اگر طالبا میخواهد که جهادی که کرده، مبارزه ای که کرده هدر نروه، باید امروز آغوششان را باز بگیره، همه را به عنوان برادر، به عنوان دوست، به عنوان همشهروند خود بپذیره و قبول بکنه. درست. با هماهنگی هم روی تشکیل یک حکومت فراگیر مقتدیر جهانی و منطقوی اقدام بکنه. ولی خب بر حالش نگرانی است که این موارد را که شما اشاره میکنه، خب جهان هم چنین خواست را داشته، طالبان تا جای کار جدی نگرفته. چقدر میتونه فشارهای کشورهای منطقه مخصوصا ایران، پاکستان و کشورهای دیگری که بر این موضوع تاکید داره، مثلا عمران خان میگه اگر حکومت فراگیر تشکیل نشه و دیگر جناح‌ها را طالبان در حکومتشان سهم نته، جنگ داخلی آغاز میشه. فکر میکنین که این موارد هم میتونه نقش برجسته داشته باشه برای اینکه طالبان را قناعت بده و طالبان هم بیایه تمکین بکنه، حکومت فراگیر تشکیل بده، موارد حقوق بشری، مواردی که درباره حقوق زن است، حتی عمران خان گفته که وضع ممنوعیت آموزش دختران خلاف یک اقدام غیر اسلامی است و خلاف آموزه های دینی. ما همواره به همی باور بودم و امیالم به همی باور استم تا زمانی که یک تفکر ملی منسجم در افغانستان شکل نگیره، به نتیجه رسیدن به یک نتیجه ملموسی که قابل قبول برای جهانیان و شرکای بین‌المللی ما باشه بسیار مشکل است. در افغانستان متاسفانه که از نبود یک اجماع قوی، از نبود وحدت ملی، از نبود جمع شدن همه مردم به محوریت واحد، ما همواره رنج بردیم. این یک خلا و یک نواقص بسیار عمیق بوده. ما در مهمان نوازی، در شجاعت، در پایمردی، در تمامی بحث‌ها ممتاز هستیم ما افغان‌ها، ولیکن انعطاف پذیر نیستیم. این یک بحثی اساسی و مشکل ماست که ما بالاخره در موضوعات ملی و بین المللی از خود انعطاف پذیری نشان نمیتیم. اولین گامی که میتواند ما را بکشاند به سوی خودمحوری و خودکفایی ایست که ما باید یک محوری قوی و واحد ملی را به وجود بیاوریم. این یک بحث است. این تاثیرگذاری بسزا داره. اما یک شما گفتین
فشار جامعه جهانی به عنوان شرکای واقعی افغانستان، چون افغانستان جزء جامعه جهانی هست، در این مورد هیچ گونه شک و تردید وجود نداره، تاثیر داره، تاثیر بی‌نهایت داره. دلایلی هم وجود داره برای تاثیرگذاری. اولی که همونطور گفتم، افغانستان خودکفا نیست، روی پایش استاد نیست، از لحاظ اقتصادی بسیار مشکلات داره، ضرورت داره کمک شود. یک دوست. از لحاظ سیاسی تا زمانی که در اینجا یک حکومتی که خواسته های تمامی خواسته های جامعه جهانی در اونجا باستا پیدا نکنه، به رسمیت شناخته نمیشه. به رسمیت که شناخته نشد، ما عضو جامعه جهانی شده نمیتونیم. تعاملات سیاسی ما، تعاملات فرهنگی ما، تعاملات اکادمیک ما با یک سکتگی و بنبست روبرو میشه. در اون صورت است که ما نفس کشیده نمیتونیم. وقتی که ما نفس کشیده نتوانیم، ادامه و تداوم حیات ما، تداوم حکومت ما در دوچار یک سری مشکل میشه. فشار جامعه جهانی اگر در راستای مثبت باشه، در راستای تأمین منافع مردم افغانستان باشد، در راستای ای باشد که اراده مردم افغانستان بار دیگر به نمایش گذاشته شود، بسیار صادقانه است، بسیار کار نیک است و باور ما تاثیر داره. ولی متاسفانه که در این مورد مددگاه زیاد خوشبینانه ندارم. سپاسگزارم. ممنون شما آقای آشفته. خوب، چقدر یک نیاز جدی است که جامعه جهانی با طالبان وارد مذاکره شود و در عین حال زمینه را مساعد بسازه که بین طالبان و مخالفان سیاسیشان یک بار دیگه مذاکرات آغاز شود تا بر این موارد که خب نگرانی جامعه جهانی وجود داره این مشکلات برطرف شود؟ امکانات بسیار گسترده در اختیار زعامت طالبان قرار داره. امروزه شما میبینین که تیکه‌داران قومی از صحنه سیاست افغانستان که هر روز معضلات بسیار کشنده خلق میکردن ناپدید شدن و طالبان میتونه که یک سیاست بسیار معتدل و مردم پسند پیشکش بکنه. همچنان موازی روشن سیاسی را در قبال قدرت های منطقه، همسایه ها و جهان داشته باشه تا بتونه زمینه به رسمیت شناختن خود پیشکش بکنه. درست. از این انحصار قدرت در حاکمیت تک تنظیمی خودش و مختص به تحریک خودش است، به نظر ما بهتر است بگذره و یک دولت فراگیر تشکیل بده. یک شورای علما را به خاطر از اینا میگن ما سالها رزمیدیم در رأس اختیار خود داشته باشند، اما بگذارن که دولت تشکیل شود. تنها حاکمیت کافی نیست، ایر باعث یک دوره گذار اعلام بکنن، میاد از ایر تعیین بکنن، خلای قانونی را رفع بکنن، یک موردی را پیشکش بکنن. البته سر ازی شاید اینا هم کار میکنن، اما امیدوار هستم. اما من به حیث یک فرد کوچک ای جامعه این موارد به گونه پیشنهاد برشان مطرح میکنم. پیش از این که خارجی ها بیگانه ها دست به کار شوند و برای ما باز آش دهنسوز دیگر را پخته کنند، جنگ نیابتی دیگر را صورت بتن، امی رقم اینا بیرق تحریک خود جدی گرفتن، بیرق های تنظیم های دیگر را دستشان بتن و در برابر منافع ملی افغانستان سفارایی بکنن، اینها با اشیاری همه مسائل مد نظر بگیرن و در بود اقتصادی یک بحران کلان افغانستان تهدید میکنن. ما به حیث یک تکنیشن ساختمانی و به حیث یک شاگرد اقتصاد که سالهای در افغانستان تجربه کاری هم دارم، ما با استفاده از اینمی فرصت به اجازه شما میخواییم خطاب به همه جوانان افغانستان، اهم از مرد و زن، بگویم که با ابتکار خود شما میتونیم که به کریپتوکرنسی یا اسعار دیجیتالی روی بیاریم. در یک راپور اقتصادی تازه به نظرم رسید که در 20 کشوری که در قدم اول در صدر جهان قرار دارن، افغانستان کشور 20 است. که بسیار برای ما ارزشمند بود. این جوان ها باید تشویق شوند برای اینکه این اسعار دیجیتالی اینها دیسنترالایز است، یعنی به یک مرکزیت معین بانکی تعلق ندارن، در برابر کودتاها و پاندمی ها و مثلا پاچاگردشی ها اینا بسیار مقاوم است. ضریب انفلیشن یا انفلاسیون یا تورم پولی او بسیار پایین است و این ضرورت به غرفه های باز بانک ها نداره. از طریق اینترنت میتونه که این امکانات صورت بگیره و مثل مثلا بیتکوین و یک تعداد کادان و مثلا دش و اتریوم و اینها بسیار میتونه که ثبات اقتصادی فردی را بر این جوان ها و بر تاجران ملی ما به بار بیاره. ما توجه از اینا را به این گپ جلب میکنم و هرگاهی که نیاز باشم اینجا آدرس ایمیل خود به خدمت هموطنان خود پیشکش میکنم برای دادن مشوره های رایگان
ما در خدمت شان هستم. اینجا حلقات بسیاری در این زمینه به خاطر رشد اقتصاد افغانستان کار میکنن. اینجا نوشته از آشفته @hotmail.de. در این رابطه من فکر میکنم که رهبری طالبان هم باید به بحث اقتصاد جامعه خود، به بحث اقتصاد دولتی توجه بکنن. کمک های جامعه جهانی را ما در همه عرصه ها نیازمند هستیم. این کشمکش هایی که در سطح جهان برآمده، دیروز که دیگر گفته شد که مثلا احتمالاً چین میخواهد که تبادل دیگه پولی خود به یوان چینایی بکنه و نه به دلار، این یک کشمکش کلان جهانی را به بار میاره. این موارد است که فقط همش انتظار داشتن موزیگیری های مسلکی را در عرصه کادری میکنه که طالبان این را توسط تنها ملا صاحبا و قاری صاحبا نمیتونه به سر برسانه. ما امیدوار هستم به این گپا خوب وعده دادن توجه زودتر بکنن، فضای بهتر امنیت روانی جامعه را برای زنان جامعه ما، برای همه جوانان جامعه، برای همه اقوام این سرزمین که حق مساوی دارن، این موارد بسیار بسیار در ردیف اول قرار بتن تا باشه که جامعه جهانی اینا را به رسمیت بشناسه. حتی ببینیم پاکستان و عربستان سعودی و اینها در این زمینه تعلل میکنن و حتی شرط های خود پیشکش میکنن. ما امیدوار هستیم که همه این گپا گپای ملی است. این بحث بینک افغانستان، بله، همه این گپا گپای کوچک نیست. به این مسائل باید توجه بسیار جدی، مبرم و آنی صورت بگیره. درست. خب بحران مشروعیت جهانی حکومت طالبان، به هر حالش اگر طالبان برای کشورهای منطقه و جهان اطمینان کامل را برشان بده که از افغانستان تهدیدی در برابر اینها وجود نداره، تروریسم هم در افغانستان به پایان رسیده و ما مانع همه موارد میشیم که بر علیه خاک دیگر در افغانستان، از خاک افغانستان استفاده شود، اگر این قناعت ها را حکومت طالبان به جهان و کشورهای منطقه بده، چقدر فکر میکنین که بازو زمان برای کشورهای منطقه و جهان بعضی حکومت همه شمول بودن و بحث مسائل حقوق بشری و بحث مسائل حقوق زن این موارد مهم باشه؟ طالبان که کار تا امروز انجام داده، به تکرار گفته که ما از خاک افغانستان به هیچ کسی حق تعرض به حقوق همسایه ها و جامعه جهانی و منطقه را نمیتیم. این گپا در تبلیغات بسیار خوب است، ولی چگونگی رهبری از این بسیار مهم است. مثلا من دیروز برای شما یک مثال عملی میتونم. یک موتر بربری که از تورخم میخواست به افغانستان بیه با بیرق پاکستان بر اون نصب بود، طالبان محل از بس بسیار عصبی شدن، او دیرک او بیرق یا چوب از بیرق شکستاندن و بیرق انداختن، پاره کردن، زیر پای خود کردن. ببینیم این توهین به 220 میلیون پاکستانی است. از لحاظ کلی دل مردم رو به اصطلاح یخ میکنه دو گپا، اما ما وقتی که میخوایم سیاست معقول و عملی انجام بدیم، این گپای دل یخ کن و پوپولیستی و عوامانه را کنار باید بگذاریم. در این رابطه طالبان باید تنها به حرف نگویند، در عمل ببینن که اونم قدر در بدل شی بود مقابل مردم بیرق افغانستان رو به دست خودش، بیرق تاریخی ملی افغانستان. این موارد بسیار باید توجه بکنن و زمینه های عملی را از حرف تا عمل فاصله است. همسایه ها، کشورهای منطقه، جامعه جهانی را اینها با عملکرد خود میتونن قانع بسازن. عملکردی است که از یک حاکمیت سرپرست موقت که زمانش هم تعیین نشده، خلای حقوقیش هم رفع نشده، بگذرن به جانب تشکیل یک دولت فراگیر که همه اقوام، همه جامعه، همه اقشار، همه مردم جامعه، اکثریت خاموشی که سالها جانش برآمده و خون داده و به حساب فدا شده و زندگی امروز ندارن، اهم از زنان و مردم، اینها باید او خود ببینه و جامعه جهانی به این راضی شود که بله، ما به اینم که کشور باید کمک کنیم، کمک های پولی، کمک های مالی، کمک های عقد قراردادها، کمک های پذیرش تعهدها و میثاق های بین المللی. این موارد است که طالبان، من فکر میکنم به خاطر ای که درگیر بسیار امی تقسیم غنیمت جنگی که دولت هست شدن، این مسائل فراموش کردن و به این مسائل کمتر توجه میکنن. حتی پیشنهادات صمیمانه که برشان داده میشه، اینها بسیار با تمطراق و بسیار با کلام چی بگم پر از تبختر و تکبر جواب میگن. این نادرست است. زعامت طالبان باید این سخنگویان خود منهای آقای مجاهد که گپایش سنجیده اصلا، ما سخنگویان دیگه از اینها کلام بسیار تند برابر مطبوعات میشنوم، اینها را متوجه بسازن با این غل مغل کردن و با های توحید کردن که جامعه رهبری نمیشه. جامعه جهانی بسیار به شدت به این مسائل میبینن. شما مطبوعاتی ها که این زحمت میکشین و این خدمت برای جامعه عرضه میکنین، شما خود شاهد هستین که گوینده های طالبان متاسفانه اونمون نرمش لازم ندارن.
ما میخوایم عطف توجه بیش از حد زعامت طالبان را در زمینا داشته باشن، ملت مردم دشمن خود فکر نکنن، مردم با اینا هست، مردم اینا را تایید میکنه. چی زمان وقتی که منافع خود دو ببینن، وقتی که خود در دولت ببینن، وقتی که دولت اینا را سهم نته، اینها را به نام زن و مرد جدا بکنه و بر از اینا در بینشان پرده بندازه و صنفایشان را جدا کنه و معلمایشان را جدا کنه و مطبوعات یک شکل دیگه بده و هنر و به حساب موسیقی و اینها را از خط بندازه و حتی مکتب رفتن بر دخترها منع قرار بده. این گپا گپای کوچک نیست، خصوصا ما تکرار میکنه بر سومین چهارمین بار که این بحث بیرق ملی تاریخی افغانستان شوخی نیست. یا اینکه اینها مثلا یک بار آزادی که 28 اسد بوده، استقلالی که به زعامت مرحوم امان الله خان گرفته شده، جشن بگیرن، عین سویه رخصتی اعلان کنن، یک بار روزی که شوروی ها شکست خوردن که برحق است، او شکست بسیار بجا بوده، و یا اینکه شکست ناتو امریکا را علی سویه بگیرن. نه، او اولی استقلال کشور است، این دو تا دیگه تداوم استقلال است. در این زمینه ها توجه باید شود و اینها نظر جامعه خود، نظر خیرخواهان جامعه را، نظر کسانی که میخواین به طالبان همکاری بکنن، همگامی بکنن، اینها را دست کم نگیرن تا زمانی که این معیارهای عملی تحقق پیدا نکرده، جامعه جهانی حتی همسایه‌ها حتی طالبان که میقدر رابطه نزدیک داره و تفکیک خوب بین شورای میرانشاه و شورای کویته و اینا هم کردن بتانه، میبینیم که شرط و شرایط میگذارن. ما امیدوار هستم که همه جامعه خود طالبان به رسمیت بشناسن، زنان جامعه را حق بتن و به این معیارها تمکین بکنن و در غیر او یک بحران شدید اقتصادی افغانستان را تهدید میکنن که خدای نخواسته دیر نشده باشه سرشون. ممنون شما، خیلی تشکر، سپاس. آقای مطهری، در اگر بس جمع بکنیم، به هر حالش صحبت های آقای آشفتر هم شنیدین، بسی که قطر از جامعه جهانی خواسته که باید با طالبان مذاکره شوه و در مورد وضعیت افغانستان موارد باید بس های جدی صورت بگیره، چقدر میتونه که راهگشای مشکل افغانستان باشه؟ و در این حال بازماندن تشکیل دولت فراگیر، به هر حالش حالا یک حکومت سرپرست وجود داره، این موارد قدر میتونه خوشبینی ها را ازدیاد بکنه برای تشکیل یک دولت فراگیری که دیگر نقطه پایان بگذاره برای جنگ ها و اختلاف های درونی؟ در موردی که کابینه را سرپرست اعلان کرده، حتما یک در گفتگو باز است. در این مورد شک وجود نداره، یک امیدواری هست. بله. خب بحث قطر، همونطور که شما اشاره کردین، من فکر بکنم که قطر زیاد تاثیرگذاری نداره. بله. چون در معادلات سیاسی منطقه‌ای و جهانی قطر زیاد مورد توجه نیست. یک کشور کوچیک است و زیاد ابهت هیمنه بالا و قدر نداره که روی پاکستان تاثیر وارد کنه، روی آمریکا تاثیر وارد بکنه. آمریکا و پاکستان و بعضی کشورها روی همون منافعی که داره در کشورهای دیگه با قطر اگر سر ارتباطات داره، ولی تأثیری که به صورت مستقیم روی کشورها وارد کنه و او کشورها روی طالبا و یا یک مستقیم قطر روی طالبا فشار وارد بکنه، زیاد دیر من محسوس نمیدانم. خب بس که تا جهان و کشورهای جهانی طالبان را منزوی بکنه، به رسمیت نشناسه، یه چقدر مفهوم داره؟ من فکر بکنم که راه حل بحران افغانستان منزوی ساختن طالبان نیست. منزوی ساختن حکومتی که در اینجا به وجود می آید، چی سرپرست چی غیر سرپرستی نیست. نه منزوی ساختن افغانستان و مردم افغانستان راه حل است و نه جنگ راه حل است. باید یک راه منطقی بنیادی که بشود تمامی ریشه های منازعه در افغانستان بخش کند، او را باید دنبال شود. اونم را هم طالبان بسیار خوب میفهمه، هم مردم افغانستان خوب میفهمه و هم جامعه جهانی و کشورهای منطقه‌ای. باید همون را که ایجاد یک گفتمانی ملی و فراگیر روی مسئله افغانستان است ایجاد شود، باید همون را جامعه جهانی پیش ببره. رای که تهدید کنه، رای که کمک‌ها را قطع بکنه، رای که منزوی بکنه، رایی که به رسمیت نشناسه، من فکر بکنم که این راه ها تماماً و تماماً به ضرر مردم افغانستان است، به ضرر اقتصاد مردم افغانستان است. پس رای را به پیش بگیره که او را با ایش شود که یک محوریت واحد، یک گفتمان واحد برای بیرون رفت از مشکلات و موزلات افغانستان با وجود بیایه، او را می تواند ما را به هدف رساند. سپاسگزارم. ممنون شما. خواهش افتاد در آخرین پرسش، اگر بر حالش موضوع افغانستان روزها در سطح جهان در متن است و اگر طولانی شود وضعیت و همین مشکل هم به گونه درست به زودی حل نشه، شاید به حاشیه بره، دوام همین وضعیت فکر میکنین که چقدر واقعا خطرناک بود برای آینده افغانستان؟ بر حالش بحث اقتصادی خیلی مهم است برای
مردم شما هم اشاره کردین، در این حال پیش از اینکه حکومت قبلی سقوط بکنه مردم نصفش زیر خط فقر زندگی میکردن، حالا هم بسیاری از کسایی هستند که بخور و نمیر بودن، حالا کارشان را از دست داده، کسایی که مامورین دولتی بودن، دوامش از شما چگونه میبینه؟ فرصت موجود، فرصت کافی هست. طالبان به این امر متوجه هستند، با اعلام حاکمیت سرپرست نشان میتن که اینها حاضر هستند نظریات مردم خود، ملت خود و بعد از بیگانه ها را هم بشنوند. اما این فرصت نباید ضایع شود، نباید از دست بره. واقعا به انزوا کشاندن دولت افغانستان اگر به رسمیت شناخته نمیشه، چون هنوز واقعا دولت تشکیل نشده، خلای حقوقی امر کلان است و تنها حکومت یک بخش دولت است. دولت سه بخش اساسی و عمده داره، سر از اونا ما نمیخوایم که وقت شما را بگیرم. طالبان باید به این مسائل بپردازن و این زمینه در اختیارشان است. اینجا اساسا او تکداران قبلی حضور ندارن، امنیت خوب است، تأمین است. اینها فقط از ای که فکر میکنن چگونگی تقسیم دولت غنیمت جنگی است، اینمی قرائت بسیار اشتباه است. ما به تکراری را امروز عرض کردم، این مسئله را کنار بگذارن و به ملت خود مراجعه بکنن، جامعه جهانی، همسایه ها و منطقه را اطمینان بتن از ای که در عملکرد خود چگونه دولت را باید شکل بتن. و این موارد است که فرصت کافی در اختیار دارن، امکاناتش هست، جامعه همه این زمینه ها را داره و حاضر به همکاری با زعامت طالبان هست. منتها اینجا این دیدگاه تک حزبی، تک تنظیمی، ای که تنها این تحریک باید همه کارا را بکنه، این همی من ایسی یک سنت به تکرار در امی 43 سال اخیر در افغانستان دیده شده. ما امیدوار هستم حتی در عصر مرحوم داود خان که برزی تجدید نظر صورت بگیره، همه زمینه ها مثبت میتونه ارزیابی شود و در صورتی که عملکردها در اینجا به جهت تامین منافع مردم پیش بره و این اختیارات هم طالبان دارن. منتها یک مقدار امو که مقدم شورای علما را مثلا تشکیل بتن، امتیازات کلش تنها برای خود نگیرن، اینجا دولت فراگیره که تشکیل بتن. شما باور کنید که برسمی در شناختن این پروسه شروع میشه و اینا در بحران نمیرن، به انزوا نمیرن، مشکل اقتصادی پیدا نمی کنه دولت و میره که معضلات حل شوه، مردم آیسا آیسا اطمینان پیدا میکنن، همکار میشن. اما تا زمانی که این تهدید امنیت روانی برای مردم وجود داره و مردم از طالبان میترسن، احترام یک گپ است، ترس از مثلا کیول خوردن و مجازات شدن و فلقه برداشتن یک گپ است، ولی دوست داشتن و کنار آمدن یک گپ دیگه. این حراس با طالبان از بین ببرن، با کلام نرم با مردم خود عمل بکنن. من فکر میکنم فرصت کافی است و این امکان دارن. من خوشبینانه نظر میتونم که امکانش هست، انشالله که امیتر خواهد شد. ممنون، سپاسگزارم از حضور مهمانان گرامی، آقای میرویس آشفته مسئول دفتر مطبوعاتی حرکت ملی خط سوم، آقای ظاهر مطهری استاد دانشگاه. خب تا لحظات آخر برنامه هم منتظر آقای قاری سعید خوسی عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ هم بودیم، اما متاسفانه که تا اینجا حضور نیافتند در بحث. خیلی تشکر از حضورتان در بحث، سپاسگزارم از شما بیننده های عزیز که بیننده این بحث بودید. وقتتان بخیر.